سلام، زیا شهریار هستم و اینجا هشتگ شماست. تا 7 روز دیگر مردم افغانستان به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا از میان 2500 کاندیدا نمایندگان خود را برای مجلس نمایندگان این کشور انتخاب کنند. نامزدان زن 1/5 مجموع کاندیداهای این انتخابات را می‌سازند که بیشترشان جوان، آموزش دیده و به قول معروف شهری هستند. این نامزدان در 15 روز گذشته هم تلاش داشتند هم پای مردان در کارزارهای انتخاباتی شرکت کنند. بیشتر شعارهای نامزدان زن روی حضور خودشان در پارلمان تاکید دارد و مسائل ویژه زنان در آنها کمتر دیده میشد. 1/3 رای دهندگان این انتخابات را هم زنان میسازند که گفته میشد بیشترشان زیر تاثیر اعضای مرد خانوادهشان رای خواهند داد. شما در مورد نامزدان زن در این انتخابات چی فکر میکنید؟ از مشاهداتتان درباره کارزارهای این زنان برای ما بگویید. نظرتان در مورد شعارهای نامزدان زن چیست و اینکه به عنوان رای دهنده زن به چه مسائل توجه دارید؟ اینجا هشتگ شماست و راه های تماس را در پایین تلویزیون میبینید. ایمیل، اینستاگرام، تلگرام و تویتر و تلفن و اسمس هم هست. همه جا هستیم، منتظر شما. همین ها اول برنامه بریم با هم ویدیوی ببینیم در باره تأثیر و نقش زنان در انتخابات پارلمانی پیشروی افغانستان. بریم به سراغ تلفن‌های شما. حلیمه را از کابل با خود داریم و نگین را هم از فاریاب. به حلیمه و نگین به هر دو خوش آمدید میگیم. حلیمه، ابتدا از خودت بپرسم که دیدگاهت در مورد حضور نامزدهای زن در انتخابات پیشروی پارلمانی افغانستان چی هست؟ سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز. من نظرم بسیار مثبت است درباره اینکه خانم‌ها در انتخابات اشتراک میکنن و ما میتونیم نظرهای خودمان را بگیم و نماینده داشته باشیم در پارلمان افغانستان و این ما به فال نیک میگیرم و یک اتفاق خوب میدانم. و ای که مشاهدات خودت از کارزارهای انتخاباتی نامزدهای زن در کابل و جای دیگه که دیده باشی، چی مشاهدات داری؟ چگونه بوده به صورت عموم؟ شعارهایشان چگونه بوده به نظرت؟ خب شعارها ببینید، اما قسمی که گفته میشن از نامشان مشخص است، شعار است. از مرحله اجرا تا عملش، از گفتنش تا اجرا و عملش بسیار رای زیادی را خواد داشت و من فکر میکنم که دلخوش کردن به این شعارها چندان کار عاقلانه نیست. ولی خب کارزارهای انتخاباتی ما میبینیم که پوستر دیگه، بیلبورد و گپای دیگه که میرن کمپاین اشتراک میکنن داخل مساجد، داخل حلیمه، خودت از مشاهداتی که داشتی در مورد این کارزارها
چقدر تفاوت داشته کارزارهای انتخاباتی زنها و مردها؟ زنها هم آیا همون فرصت تقریبا مساوی را که مردها در بر کارزار انتخاباتی داشتن به نظرت؟ خب نه، من فکر میکنم که این حق مساوی را نخواد داشت، ندارند. چیزی که با چشم خودم مثلا دیدم، بعضی از مثلا همه پوسترهایی که خانوما میگذارن ممکن است یک مقدار حجابشان کامل نباشه یا مثلا قسمتی از مویشان بیرون باشه. من دیدم که کسایی هستن و اونا رو پاره میکنن، پوسترهای خانوما رو پاره میکنن و ایره من خودم دیدم. و یا که مثلا چشمایشان رو سیاه میکنن، داخل چشمشان عکسایشان رو مثلا میگیره چشمایشان رو سیاه میکنن یا میکشن. اصلا این یک قسم به نظر من خشونت است. و یا در صفحات مجازی خیلی به شدت دیدم یک خانم یک کدام گپی رو از همین صفحه مجازی که مربوط به کاندیدای محترم است یک گپی رو مینویسه و هزار نفر در پایین اون گپ میبینیم که تبصره‌های جنسیتی خود دارن مینویسن. و این برای من به عنوان یک خانم فرصت مناسب و فرصت برابر نیست. وقتی که یک آقا هر گپی رو میتونه بزنه و از دید جنسیتی با اون دیده نمیشه و قضاوت نمیشه، ولی یک خانم کوچکترین گپی رو که بزنه میتونه پایین کامنت ها بخونین خالتو برو. اجازه بده حلیم از نگین در فاریاب بپرسیم. نگین، نکات را که حلیمه گفت در موردی که زنها فرصت مساوی نداشتن، میدانیم که مادر خودت نامزد است در انتخابات پیش رو، تجربه شما برای کمپین چی بوده؟ کارزار که پیش بردین با چی موانعی روبرو بودین؟ چی مشکلات به صورت اون بنوان ای که یک خانم نامزد بوده داشتین؟ با سلام خدمت شما و تمام بیننده ها و شنونده هایتان، من از فاریاب صحبت میکنم. تا جای صحبت های دوست ما حلیمه جان درست بود، اما ایره ای تبعیض ای نابرابری از طرف قانون نیست. قانون تمام شرایط به مرد و زن در عرصه انتخابات مشخص و معین تعیین کرده، مساوی تعیین کرده. این رفتار زشت که از طرف جامعه ما میشه، از طرف طبقه خاص عقده‌ای مردم ما میشه، این ما نمیتونیم که یعنی برچسب بزنیم به مشکلاتی که از طرف انتخابات و قانون ازی داریم. بله، حرفایی که اینا گفتن کاملا دقیق است. در ولایت فاریاب اینجورین اعمال صورت گرفته. ببینین یک کاندید خانم ترچه نصب کرده. مشاهده خودت چی بود؟ مشاهدات از این دست داشتی که مثل که حلیمه گفت که عکسای نامزدهای زن پاره کردن در جاهای که البته اون نگفت که در قانون چنین چیزی وجود داره، ولی خب طبعا از نظر اجتماعی و ای که دیدگاهی وجود داره در جامعه، چی مشاهده داشتی خودت؟ به نظر من سوال شما به یک قسم بود که امو برابری یعنی کاندیداتوری بین زن و مرد بعد این وجود داره، اما گفتم خب این در هر منطقه میشه متفاوت باشه. در فاریاب هم چنین مشاهده ما داشتیم. ما برتان عرض کردم که مادر من یکی از کاندیدان طبقه اوناس است. وقتی که در مجموع طبقه اوناس عکسشان رو در یک محل نصب میکنن، تعداد میدن او را پاره میکنن و یا هم بروی از او رنگ پاش میتن یا او عکس از بین میبرن، بالای او پوستر یک پوستر دیگر نصب میکنن. این مشکلات وجود داره، اما در کار مشارکت زنا در این دوره انتخاباتی خیلی پررنگ است. البته کسایی که کاندید کردند خود به کرسی مجلس نمایندگان، از دختر خانم ها، از خانم ها به کسی دیده میتونیم و یک امیدواری است به خاطر از اینکه دیگر امیدواری گفتین. نگین چقدر امیدوار هستی که حضور زنا بتونه در پارلمان مشکلات خانم ها و زن ها را در افغانستان تا حد مطرح بکنه و در نهایت اگه بتونه حل بکنه؟ ببینین من 100% امیدواری ایره دارم. یعنی اگر به مو تعداد کرسی که به خانم ها واگذار شده مشخص شده، به مو تعداد خانم های دانسته و توانا، خانم هایی که واقعا امو جرأت و جسارت و علمیتی را داشته باشن که برن اونجا به اون کرسی بشینن و از حقوق مردمشان بخصوص از حقوق خانم هایی که نهایت یعنی به انزوا رفتن از اونا دفاع بکنن. من شخصا خودم چشم دید خودم میگم
خانم های هستند تا فعلا حتی تذکره ندارند. یک کارت هویت شناسایی که ای از ساده ترین و آسان ترین حق یک شهروند است، یک تبع است. من حیث خانم، من حیث یک زن باید کارت هویت یا شناسایی داشته باشه، اما ایده ندارن. ممنون از نگین در فاریاب و حلیمه در کابل. خداحافظی میکنیم. یک نگاه هم بکنیم به بعض عناصر بازدارنده حضور زنان در سیاست. به گفته سازمان ملل متحد 5 عنصر بازدارنده حضور زنان در سیاست مطرح شده که نگاه سنتی باعث میشه زنان شاغل بیشتر وظایف اداره منزل را به عهده بگیرند و خود از این موجب میشه که نتونن در سیاست فعالانه شرکت بکنن. وظیفه اصلی زنان خانه‌داری و تربیت فرزندان شناخته میشه و در نتیجه وارد سیاست نمیشن، که این هم یک عامل بازدارنده است. فقدان حمایت لازم از سوی خانواده بسیار از زنان را از ورود با سیاست دل سرد میکنه. میدونیم که اولین مانعی که به وجود میاد در خانواده است که شما باید در خانه باشین و کار بکنین و از کودکان مواظبت بکنین و طبعا فرصت نمیگذاره که به سیاست توجه بکنن. تبعیض به صورت عموم علیه زنا که در حقیقت تحصیلات پایین و اینها، اعتماد به نفس ناکافی، برای رقابت سیاسی برای زنا با مردا فرصت نمیگذاره و موجب میشه که زنا نتونن فعالانه سیاست بکنن. و نداشتن توان مالی که به صورت طبیعی موجب میشه زنا را ناتوان بسازه و نتونن به عنوان کاندیدای مستقل در انتخابات شرکت بکنن. بریم سراغ بعضی از نظرات شما در فیسبوک و تویتر و در شبکه‌های اجتماعی. یک کاربر صادق نوشته که حداقل تأثیر حضور زنان در انتخابات افغانستان کاهش نفوذ مردان در جامعه، در جامعه به شدت مردسالار است. محمد نوشته که اکثر مردم دهات رأی دادن برای کاندیدای زن را گناه می‌دانن، حتی علمایی که بر مساجد و مجالس حاکم هستن این کار را میکنن. نور محمد نوشته که زنها حقشان است که انتخاب شوند، ولی اکثریتشان تجربه کافی از امور ندارن. و رامین در پارلمان گفته که کار از دست مردان برنمیاد، حالا چی برسه که بانوان عزیز که در کشور مردسالار زندگی میکنن کار انجام داده بتونن. بریم به نقشه که حضور زنها را در حقیقت، حضور نامزدهای زن در ولایت مختلف افغانستان نشان میده که در هر ولایت چه تعداد زن نامزد هستند و حضورشان چگونه هست. به اساس این نقشه رنگهایی که تیره تر از ولایت که با رنگ تیره تر در اینجا دیده میشن نامزدهای زن در این ولایت بیشتر است، مشخصا ولایت نورستان و پروان و اروزگان است. و به همین ترتیب در تناسب با این که رنگ ها خیره تر میشه حضور زنها کمتر شده. مثلا در این ولایات گفته میشه که از 20-30% نامزدهای انتخاباتی زن هستند و در این ولایت که رنگ بازم خیره تر شده از 10-20% زنان حضور دارند. و در این ولایت هلمند، ولایت فرا و ولایت کنر در حقیقت و همچنین ولایت پکتیا حضور نامزدهای زن در سطح بسیار پایین هست و در حقیقت گفته شده که تعداد زیادشان نامزد نکردن. خدا بازم بریم به خطوط تلفن و اورانوس از نیمروز و بصیر از کابل را با خود داریم. اورانوس از نیمروز و بصیر از کابل. از بصیر، از اورانوس ابتدا بپرسیم اورانوس که مشاهدات خودت در نیمروز چی است؟ نیمروز یک ولایت است که دوردست است در جنوب شرق، در غرب افغانستان و گفته میشه که حضور زنا، حضور نامزدهای زن بد نیست با توجه به نقشه‌ای که پیشتر دیدیم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز. در رابطه با پرسش شما باید بگویم که حضور خانم ها در منحیط نامزد و پارلمان در ولایت نیمروز، البته در مقایسه با سایر ولایات چون نیمروز یک ولایت درجه 3 است، در اینجا کمتر دیده میشه، چون 3 خانم ما در 12 نفر کاندیدی که وجود داره 3 تن از دور خانم ها تشکیل میدن. و البته در رابطه با این که چی تبعیضات در رابطه با خانم ها وجود داره، چون ولایت نیمروز هم جز از افغانستان است و بدور از تعصبات و تبعیضات خرافاتی نمیتونه باشه، یک ولایت سنتی است. بنان با در نظر داشتین این مفکوره زن ستیزی یا کم بودن سهمیه زنان در بعضی از فیلم اونمو
تایتنوی اعلان شده که در اونجا قرار است که خانم ها یک هفته بعد تحیم شده در مشارکت سیاسی، در اونجا میبینیم در جایی که تحمیه خانم ها برابر به تحمیه مردان است که راجستر شده، اما به سایت های رای دهی یک سایت در اونجا ایجاد کردن، یعنی زنها را از حق رای محروم کردن به نحو زنها. یعنی اگر شما محاسبه بکنین 1025 خانم در یکی از سایت های عبدالرحمن است، در اینجا یکی از مکاتب ثبت نام شده، اما در زمان رای دهی با اونا یک سایت ایجاد کرده، اونا فقط 600 رای میتونه از این استفاده کرده، یعنی آرای خانم ها را نصف ساخته. با وجودی که امو آمار ثبت نام شدگان با اونا معلوم است که 1025 باید در این سایت ثبت نام کرده و باید وقت رای دهی هم اینا سهم داشته باشه، اما زمان رای دهی سایت از اونا را کم کردن و تنها 600 نفر میتونه در اونجا سهم رای داشته باشه. توضیح ارائه شده در این مورد اورانوس دولت یا مقامات محلی توضیحی دادن که دلیل چی بوده؟ با وجودی که کاندیدایی که وجود داره بارها بارها اونا این مسئله را مطرح کردن که سایت ها باید زیاد شوه، برالاوی که سایت ها را زیاد نکردن، هنوز از یک منطقی مزدهم شهر که در اونجا خانم های بیشتری در اونجا ثبت نام شده، هنوز سایت ها و تحمیه ها را کم کرده به نسبت عدم موجودیت اوراق رای دهی یا مدت زمان شقید کردن که اگر ما اوراق زیادتر را بیاریم این تعدادی که ثبت کردن نمیتونه رای داده، چون وقت ما کم است. میتونید شما اگر وقت شما سنجش کرده باید ثبت نام میکردیم، یا این سال این تعدادی که کارت گرفته خب مفهوم نداره، نصف از میلیون چند میلیون از نصف افغانستان در انتخابات سهم داشته باشه و شعوری ارادی یک تعداد دیگر ما حق رایش محروم بکنیم. میگه که ما زمان کافی به خاطر برگزاری انتخابات نداریم، اگر ما تعداد اوراق زیادتر را بیاریم نظر به ثبت نام باز نمیتونه او تعداد رای داده، چون تایم ما ختم میشه، تایم از ساعت 8 بجا تا 4 بجا خیلی ما تمدید کنیم، ما او را میتونیم که یک ساعت تمدید کرده، معمولا یک ساعت تمدید میشه برای تمام زیاد کنیم. تشکر اورانوس، اجازه بده از بصیر در کابل بپرسیم. بصیر، تو به عنوان یک مرد آیا کارزارا انتخاباتی زنها را دنبال میکنی در کابل؟ فکر میکنم حضورشان بیشتر هم هست. مشاهدات چی است؟ چی فکر میکنی که آیا شعارهایشان چگونه است و حضورشان در پارلمان چگونه خواهد بود اگر باشن؟ عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و تمامی کارکنان تلویزیون بین‌المللی BBC. خدمت شما عرض کنم کابل چون پایتخت است، خانم ها جایگاه ویژه خودشان را دارن. خدمت شما عرض کنم در کارزار انتخاباتی به شدت خودشون ظهور دادن و فعال هستن. کابل، چون ما در کابل هستیم، مشاهدات ما از کابل است. تقریبا کمپاینی که نامی کنن بسیار عالی است. گاه گاهی شاید در مردها هم موضوع پیدا شه که مثلا عکسی هم دیگر رو مخفیانه پاره کنن، رقابت ها باشه منفی در تمام دنیا این مرسوم است. گاهی ممکن است در بین خانم ها و بین خودشان هم باشه این قضیه، ولی در کابل در مجموع بانوان جایگاه خاص خودشان دارن، احترام خاص خودشان دارن. در مورد شعارهایشان چی فکر میکنی بصیر؟ زنها چی شعارهایی را، نامزدهای زن چی شعارهایی را مطرح کردن و چقدر در متفاوت پاسخگو است؟ خدمت شما عرض کنم که متفاوته، چون موضوع خیلی فراکسیون در پارلمان قبلا خیلی مطرح نبوده، فراکسیون یا کمیسیون ها تقریبا ضعیف عمل کرده، شعارها آنچنان برجسته نیست. خدمت شما عرض کنم هم فعالیت های قبلی که اینا داشتن به رخ مردم میکشن، یا سوادی که داشتن به سوادی که دارن به رخ مردم میکشن و آینده میخوان چیکار کنن یک مقدار اینا را برجسته میکنن، ولی چون قبلا فراکسیون در پارلمان ضعیف بوده، فراکسیون ها و کمیسیون ها در این قسمت احزاب رول اول را نداشته در این قسمت که نبتانند به اصلا یک فرکسون اساسی و اصولی در پارلمان قبلا دیگه وجود نامدن که قسمت نشد متاسفانه، شعارها پراکنده است. پس این کوتاه میپرسم که خودت به یک زن رای میتی؟ به یک نامزد رای؟ بلی، خودت به یک نامزد زن رای خواهی داد یا؟ من نخواهید، چون من خودم نامزد دارم. تشکر، فقط میخواستم این را بفهمم. با اورانوس و بصیر از نیمروز و کابل خداحافظی میکنیم. بریم دیدگاه شما رو در توییتر در این مورد بخوانیم. دانیل امیر نوشته که
زنان نقش کلیدی در عرصه سیاسی افغانستان دارند، ولی کل سیستم انتخاباتی کشور به اصلاحات متعدد نیازمند است. ضیا محسنی نوشته که این یک واقعیت است که دستاورد برخی از زنان در پارلمان بسیار بیشتر از مردان بوده. دیدگاه بیشتر را در فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی بخونیم. مریم: زنان در هیچ جنگ مشارکت نداشتند، حضورشان در سیاست تأثیرات مثبت خود را نشان می‌دهد. عجم نوشته که در افغانستان برای رسیدن خانم‌ها به کرسی پارلمان فقط همین شیوه تبعیض مثبت جواب می‌دهد تا اینکه در آینده محروم نمانند از قدرت. جمع‌بندی بکنیم و نگاهی داشته باشیم به یک سری از آمار و ارقام رسمی و تعداد نماینده‌های زن در پارلمان افغانستان. به صورت عموم 27% حداقل کرسی‌هایی است که بنابر قانون به زنان اختصاص داده شده، یعنی اگر حتی زنان تعداد کم رأی هم بگیرن 25% کرسی‌های پارلمان افغانستان به زنان اختصاص داده شده. مجموع کرسی‌های پارلمان افغانستان، مجلس نمایندگان افغانستان 350 است. 68 نماینده در حداقل کرسی است که بیشتر گفتیم که به زنان اختصاص داده شده، یا 27% یا 68 کرسی. و همچنین 10 شمار مردان است که برای هر کرسی رقابت میکنند. به صورت میانگین برای هر کرسی مجلس نمایندگان فعلا 10 مرد رقابت میکنند و برای هر کرسی زنان در پارلمان در انتخابات پیشرو 6 زن رقابت میکنند. بازم میریم به خطوط تلفن و تماس های شما را. زهرا از کابل و سهیلم از کابل، هر دو را از کابل داریم. زهرا، میخواستم بپرسم از خودت که دیدگاهت در مورد آنچه که تبعیض مثبت گفته میشه یا سهمیه که بر زنها مشخص شده در قانون انتخابات افغانستان چی است و چقدر واقعا مؤثر و مفید است برای حضور زنها در سیاست؟ عرض سلام دارم خدمت شما، بیننده ها و شنونده های شما. البته میخوام در اول بگم خیلی خوشبین هستم از حضور زنها در پروسه انتخاباتی و خیلی حضور پررنگی دارم در کابل. خوشحال هستم هم از روند کمپاین، هم از فعالیت هایی که دارن میکنن، و از طرفی هم مسئله تبعیض مثبت، کلن با کلمه تبعیض و مسئله مثبتی که به اون حالا وابستش کنار هم قرار گرفته، هیچ خوشحال نیستم و همیشه از همه اول وقت شنیدم ناراحت بودم بخاطر این موضوع، بخاطر این که زن و مرد اگر هر دو انسان شمرده میشن و انسان هستن، نیازی نداره به این که بخواد نشان بدن که بله ما باید بیشتر. اما متاسفانه در کشوری هستیم که حضور زنان و عملکرد زنان در عرصه‌های سیاسی بیشتر ضعیف بوده، به خاطر این بوده که خب حالا از لحاظ ظرفیتی که منظورم همون تحصیل و دانش هست، بعض وقتا عقب ماندن از مردها و اساس همون سنتی بودن و مشکلات اجتماعی و سنتی فرهنگی که ما داشتیم. اما با آن هم فکر میکنم که اگر زنهایی که فعل حال آمدن برای مبارزه در انتخابات و بعد جای گرفتن اونها در کرسی‌های پارلمان، من فکر میکنم که اگر به این باور باشیم که خودشان با انرژی و توان واقعی خودشان حضور پیدا کنن، دیگه مسئله تبعیض مثبت خودش خود به خود کنار زده میشه. زهرا، با ما به خود برمیگردیم. از سهیل در کابل در مورد تبعیض مثبت بپرسیم. سهیل، دیدگاه تو در مورد اصطلاح تبعیض مثبت و سهمیه که برای زنان در پارلمان در نظر گرفته شده چی است؟ عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز. امروز در کارزار انتخاباتی البته حضور زنان نسبت به سالهای قبل و گسترده تر و خوبتر است و مردم هم نسبت به زنها نگاه مثبت دارند، ولی تغییرات مثبتی که اصلا در روند کارزارهای انتخاباتی و حضور زنها یا حضورشان در پارلمان آینده هست. سهیل، میخواستم تکرار کنم کوتاه، اگه بگویی که با می سهمیه که برای زنها در نظر گرفته شده به عنوان تبعیض مثبت موافق هستی یا مخالف؟ ما چندان در این موافق نیستم، چرا حضور زنها کمرنگی است. در قانون اساسی افغانستان کمرنگتر تعریف کردین، با اینکه ما یک کشور سنتی هستیم، حتی در نقاط مختلف افغانستان درست. اجازه بدید پس برگردیم به صحرا در کابل. سهیل حرفت قطع کردم با مزد. زهرا، خودت به صورت عموم چقدر خوشبین هستی که حضور زنها در پارلمان بعدی بتونه مسائل زنها را جدی مطرح بکنه و حل بکنه؟ کوتاه ولی لطفا.
پارلمان عملا فقط برای زنها باشه، درست است، یک انگیزه میده برای من خانم یا برای خانم های دیگه که خب یک خانم رو ما داریم در پارلمان، اما قرار نیست فقط برای خانم ها کار کنن. اگر پارلمان جای قانونگذاری هست، جای تصویب بودجه هست، جای عملکرد هست، من فکر میکنم که خب نیاز هست که به تمام شهروندان افغانستان فکر کنن و خود همین نشان میده که برابری بین زن و مرد و عدالتی که مربوط به زن و مرد یا شهروندان افغانستان هست رعایت میشه و خوشبین هستم به اینکه بالاخره تعدادی از کاندیدا ما در کابل داریم که بیشتر دارن روی موضوع تصویب قوانین جدید یا اینکه تعدیل کردن قانونهایی که بالاخره درست نبوده یا مشکل داشته میخوان کار بکنن. تشکر زهرا از سهیل. زهرا گفت که خوشبین است به صورت عموم. خودت چه امیدوار هستی کوتاه لطفاً؟ منم نسبت به گذشته خوشبینم، یک به دلیل ازی خوشبینم در تغییر ساختاری که در پارلمان آینده افغانستان به وجود نیاید، یک سری خانم های دانش آموخته و تحصیل کرده را پیدا میکنن. در کارزار انتخاباتی قبلا خواهر ما گفت که بیشتر دانش خودانه برای مردم میکشن، معلوم میشوند نسبت به گذشته که خانم های سنتی وارد پارلمان شده بودن، در تغییرات ساختاری هم یک مقدار و تغییرات مثبتی به وجود دارد. من نسبت به حضور زنها در آینده انشاءالله خوشبینم. تشکر از زهرا و سهیل در کابل. بریم سراغ یک تعداد از دیدگاه‌ها بازم در شبکه‌های اجتماعی، به سراغ کاروسل و اوستا میگه که با توجه به اینکه پارلمان افغانستان یکی از کوریدورهای نمایندگان زن در جهان است، بنابراین میشه خیلی انتظار داشت. معصومی میگه که امنیت نه تنها چالش برای زنان بلکه دغدغه همه افغان هاست. اگر امنیت باشه زنان فرصت های بیشتر دارن نسبت به بعضی کشورهای منطقه. میرپنج میگه که طالبا اگر بگذارن انفجار نکنن تا مردم همه در انتخابات اشتراک کنن. شمس هم میگه که خانم ها هوشیار و بیدار شده اند و به خود اجازه میدن که در پارلمان جا داشته باشن، ولی باز هم زور و زر است که حرف اول میزنه. در و یک کاربر میگه که امیدوارم کسی که لایق کرسی است انتخاب شود، نه اینکه وارد پارلمان شود و جیب خود پر کنه و از خانواده خود حمایت بکنه. و سهرابی هم گفته که خوب رأی میدن که چی، مگه مردم خاورمیانه میتونن خودشان انتخاب کنن کسی را؟ و علی هم در میگه که در پارلمان به تبعیض مثبت و سهمیه برای بانوان نیاز داریم تا کم فشار را جبران بکنیم. خب برنامه امشب ما همینجا به آخر میرسه. ممنون که همراه ما بودین. در برنامه های دیگر مربوط به انتخابات افغانستان هم ما را همراهی بکنین. روز چهارشنبه برنامه ویژه داریم و لطفاً برنامه ما را فراموش نکنین. شبتون خوش. خدا نگهدار.